نه مثل اینکه گزارش همه چی رو بهتون داده. ببینم اینم بهتون گفته که عاشقی دزد چاله میدون شده یا نه. ببین قصه زندگی من اینجوری، اصلا هیچ وقت نتونستم کارایی که خودم دلم میخواسته بکنم. من امشب واقعا خوشحالم، منم تو این کار یه سهمی دارم. وقتی شما انبارا رو خالی میکنی ما پاسکارو میفرستیم رو هوا. باید بدونن که انبار رو خالی کرد. پس منم نمیخوام. باید بدونن منم بودم دیگه. شمایید باست داری انبار، دو تو بسته بونشن برمیداری میریم جمپ دوشان تپه. بچه ها بچه ها بچه ها همه چه بینم باش آدم وقت میده دوستی زهیدشو جلو خودش داره میندازه داره ما به هم میرسیم. اصلا من الان تنها خوشحالیم اینه که کنار تو هم، ولی خب بازم میترسم ازم. نترس از من، بمون. دیشب ساعت 9 شب به انبار دستگرد زده شده. روزنامه شما سر صبح چاپ شده دست مردم بوده. کی خبر رسیده؟ کی چاپ شده؟ یه ناشناس دیشب ساعت 9 نیم شب زنگ زد این خبر رو به ما داد. ببرش بیرون.
چطوری خوشگله؟ تو نمیگی دل گوهری برات تنگ میشه؟ او چه آبشونه ای هم کرده. ببینم روزنامه تو برای اینو کار میکنی. اگه چیکت در بیاد میرم همین آنشانو بخورنت. را بیفت آقا موشه. چه خبر اینجا؟ تو خدا تو پیاده نشو میشناسند. تو همینجا باش من الان. رضا. باش میام. رضا. فرهاد نبیننش. نگران نباشین خانم. سوارشون کنیم بپر بیا. نه بریم بشیم. رضا بیا. چی شده اینجا؟ ریختن همه رو گرفتن. مهدی چی؟ مهدی نبوده خدا رو شکر پیششون. کجا برم الان؟ برو سمت بازم. خاتون جان اونجا نگرد. فقط چقدر طول میکشه رضا؟ من باید برم سینما مایاک بر بابام باید علامت بذارم. دلش هزار را میره. خاتون جان تو نگران باشی حالا منم بد میشه. ما باید الان حواسمون جمع باشه، با احتیاط جلو بریم که هم خودمون نابود نشیم هم بقیه رو نابود نکنیم. ببین اونجا راسته فرش فروش هست. آقا چه نمیان؟ صبوری کن پسر، میگه 6 ماه به دنیا آمون. فرهاد از همینجا میری راسته فرش فروشا، سراغ حجره هاش زرابیو میگیری، تقیه و پیدا میکنی همون که دیشب با آمون بود. ازش میپرسی امنه یا نه. اگه گفت آره که می خبر بده رضا بره اونجا. اگرم نه هاش زر رو بیو بردار ببر کوچه پشت زورخونه، خبر بده رضا بیاد. ولی خانم چشم. بچه ها برید حواستون به رضا باشه. آقا این دکونه هاش زر رو بی کجاست؟ کجای بغلی. سلام آجی. آقا تقیه یه دقیقه بیان. شما بعدش با تقی برین تا میتونین بارا رو تقسیم کنین. فقط رضا گفت حواستون باشه ردتون رو نزنن یه وقت کمین نکرده باشن یه جا. چقدر شکل پرمی شدین. کاش اینجا بود. تقیه راست باید بره تو زیر زمین. امنه؟ آره نمیخوای چی بکنی؟ اون با من برو. خب بیا برو دست به سرشون که نه یه دنباله. چطوری تیمسار؟ زحمت کش بیاریم یه چایی بخوریم. آج نسه بریم پشت یه سیگارم راحت بکش، از صبح داری زحمت میکشی. من با تو میان شما بمونید پیش آدم میان. آرز یه راست بریم پایین آجه، یه ساعت دیگه سینما مایاک میبینم. میبینم خاتون مراقب باشه. مخلص حاجی خبر رو خوندم، گل کشتین، همه دارن در برای شرف میزن. روی پدرتو شاد کردی،
هرچی خاکی اونه اومد تو بشه. چکرم اوچی کار بچه هاست. ولی من خوش خبر نیومدم میشه دجی. چی شده؟ ریختن دفتر روزنامه اورنگ و بقیه بچه ها رو گرفت. اورنگی کلقه. صد بار بهش گفتم از زد تو زد خبر چاپ نکنه. دو روزم صبر میکرد، اثرش همین بود. نه اونا مشکوک میشدن نه خودش گیر میافتاد. بعد یه جا قایم شیم. اورنگ دهنش قرصه. احتیاط شرط عقله. اینا حیثیتشون به باد رفته سر دوزی دیشب. بعد جوری فشار میارن شک نکن. مخصوصا که بعد خبر دروغشون ما عملیات کردیم. رفتن زیر سوال. کم نمیارن که. یک دو نفر تو تامینات میشناسم. یه پرسوجو میکنه. دست اونا نیست. دست رکن دوی ارتشه. همین یارو بی پدر ملک. بعد جوری از دست باقاتیه. حالا بذار ببینم چی میتونم از دهنشون بکشم بیرون. تو راسته قوقاست. تجارتخونه نظر بکم تعطیل. کارو به این خوبی رو ببین چه جوری گند زدن توش. گند نیست. همه دارن دربارش حرف میزنن. یعنی برد قاطع این اصله. بقیه‌اش حاشیه است. زلزله شما اینا پس لرزه. حالا دیگه هر جای آفتابی نشو. برو دیگه. چشم آقا. راستی آقا خاتونم هم با هم بود. حاجی باید میدیدی چه جوری دست به اسلحه است. خیلی کمک کرد. معلومه دیگه. شیر یل یه شیرزن انتخاب میکنه. خدا حفظتون کنه واسه هم دیگه. اجنبی ها رو که بیرون کردیم یه عروسی مجلل برات میگیرم. تمام تهرون آزی میبندم. حالا برو دیگه. موضوع خودت باش. میکرد. رضا. چونو آقا. دعای مردم پشتت. پشتت بکوه بابا. نو کردم. اگه اون فامیله تو دادستانی نبود میدادم یه پوستی از کلت بکنن که دیگه نشین اینجا واسه من راست راست تو چشای من نگاه کنی دروغ بگی. تو با اون مردی که فخار داری همکاری میکنی. دروغ نمیگم. من با هیچ کس همکار نیستم آقا. در ضمن مملکت قانون داره. شکایت کنید بریم دادگاه ثابت کنید. این وحشی بازی ها چیه؟ از وحشی بازی ندیدی؟ ببین من اهل بگیر ببند روزنامه نگار جماعتم نه اهل وحشی بازی. بر این شغل منه. اجرای همون قانونی که تو داری میگی. بیا تو. قربان تیم سر با شما کار داره. بره انفرادی. کسی نره سراغش تا خودم برگردم. گند زدی ملک. تا فردا درستش میکنم قربان. این اورنگو یه جوری نزنی گرفتار شیما. این روزنامه نگارا زبونشون تو قلمشونه. قلمشون رو کاغذ. کاغذشون هم دست پیر و جوون تو کوچه و خیابون. کافیه یه عکس سیاه و کبود خودشو بزنه روی روزنامه خودش یا یکی از این همپالگیاش. اون وقته که بی خود و بی جهت کارمون میکشه به مجلس و دادستانی ها این ور اون ور. متفقین ما رو میندازن جلو، خودشون میرن پشت سرمون گن میزنن به اعتبارمون. متوجهم قربان. فعلا دفتر روزنامه پلمب خودش اینجا توی انفرادی و دستور دادم هیچکس غیر از من نبیندش. مگه نگفتی زن تو گروهشون نیست؟ سامجان مدیوسار چرا هست؟ یه زن مسلم همراجونه. بچه های من دیشب تو سرقت دیدن زنی چرو. همون همسر سابقتونه سرنگ، درسته؟ وقتی هنوز اثبات نشده زنی بوده یا نبوده من از کجا بدونم اون زن کیه؟ داری پنهونکاری میکنی سرنگ؟ اتهامات ارتش سرخ در حال اثبات شدن ملک. خیر کمیسر، چون شما هر دو دیشب زن منو دیدین ندیدین؟ من دوبار شما رو دیدم، هر بارم با یک زن. همسر سابق ایشون خواهرزاده رفیق شماست آقای روزبه. جو نه اون که من دیدم اون نبود. خواهرزاده جهان نبود. همه فک فامیلش خود من میشناسم. وقت مناسبی برای مشاجره شما نیست آقایون. بهتر نیست به جای وقت کشی و بازجویی از من اجازه بدید به روش خودم اورنگو به حرف بیارم؟ جاب سرنگ روشتون طول میکشه. من بارها میخوام. من قرار نبودم. وقت نیست. اگر رضا فخار از چنگمون در بره گروهش ارزشی نداره. دوباره یک مشت ارازل و باش جدید دور خودش جمع میکنه. فشار رومون زیاده سرهنگ. خبر رفتیم گرفتیمشون، میفهمی؟ شما راه بهتری سراغ دارید؟ آره داریم. بسوریش به بچه های من. سه سوت مغار میارنش. بچه های شما یعنی همین لومپن هایی که پایین ردیف کردی؟ شما هر جور که دوست داری فکر کن جاب سرهنگ. هر کی سرش به کار خودش باشه آقای نظر بیک. شما مال باخته ای ما رکن دوی ارتش. مال شما به شما برگردونده میشه اگر وقت ما رو نگیری و مهمتر از اون اثبات بشه که اون مال متعلق به شماست. تا بعد از اون فرصت داری به روش خودت عمل کنی.
اما بریم دنبال مالمون. یادی اورن یه روزنامه نگار تیمسا، اصلا احتیاجی به اعمال خشونت نیست. از این روزنامه نگارها در شوروی زیاد خفه کردیم سرهنگ، ما کارمونو بلدیم، این جماعت نباید صداشون بلند شه. یعنی شما واقعا ترجیح میدید 4 تا لات بی سر و پا وظیفه ارتشو انجام بدن تیمسا؟ کسی قرار نیست خبردار شه سرهنگ. خان تو این بیپولی برای من نخ تعیین نکن، من باج به شغال نمیدم. برو با هم متفقین کار کن. بعد برو ماشین تو هری بفرمایید. برو بابا. بله آبجی. سلام. اه ریونی تویی؟ بیا بالا. اینجا چی کار میکنی؟ بیا تو، بیا تو بشین. خب کی این کارو کرده؟ کار این آجان شیره‌ای است؟ مردی که یه دبنگ، کسی که دست رو زن جماعت بلند کنه ها، مرد نیست، نامرده. پدر سگ، ببین چیکار کرده. عادت کردم دیگه. راستش اومدم ببینم شما از رضا خبری دارین یا نه. قلبم داره وای میسته. والا این روزا خدا هم از رضا خبر نداره، چه برسه به من. همو دلم این سیر و سرکه داره میجوشه، همه شهر حرف رضاست. اون جواد نامردم همش میگه میگیرنش میگیرنش. به خدا دلم داره از جا کنده میشه. خوف کرد؟ خوف نکنم اوجون، رضا پس خودش بر میاد. اومدم اینجا که اگه دیدینش بهش بگی نیاد خونه. یه وقت جلو در به پا گذاشتن. با کاری که با من کرده بعید میدونم این طرف ها پیداش بشه. من خودم هم نگرانشم، اگه ازش خبر گرفتی به منم بگو. چی کار کرده با شما؟ من روحم هم خبر نداره. چی بگم والا؟ عمو جونم، تو رو خدا اگه کاری کرده شما به بزرگی خودتون ببخشید. جوونی کرده، شما گذشت کنی. من که گذشت میکنم که، شما دوتا عین اولادمی. بابای خدا بیامرزت از اینم کله خرتر بود. من میخوام یه وقت این مثل اون خودشو به کشتن نده. جنمی که من تو این بچه دیدم، تو صد تا آدمی که ادعای مبارزه میکنن ندیدم، حتی گندهاش. از کلافگیاش خیالم بود عاشق شده. دلم خوش بود میخواد سر و سامون بگیره. زنم دیگه میفهمم خاطرخواه شده. شما میشناسین دختره رو؟ نیداده بیداد. اینا حتی فیلمی که اسمت روش باشه رو نمیتونن تحمل کنن. برش داشتن با اینا از سایی خودشون ها میترسن. فگرنه این فیلم خارجکی ترس داره یا این همه اجنبی ولو شده تو خیابونای تهران؟ باورم نمیشه ارتش وایستاده اینا فقط بهش دیکته کنن اجرا کنه. چه خبر از اون بچه؟ هیچ. خونه ملک کجاست؟ باید بریم اونجا. چطور؟ چرا؟ ما اون قرار بود جمع کنیم بریم از سهرون. چرا باید داریم تو دهن شیر رضا الان؟ خاطر من نمیتونم وقتی بچه ها اینجا هم ولشون کنم برم که دورت بگردم. بابا
ببین شاید ما مجبور شیم تو بابات بریم من بعدم برو راست چی میترسی؟ نگرانشم من بی رضا بی کسم به خدا این دستباز شوفری شد که پیش من مونده بیا به من چرا آخه؟ اون که فعلا این طرف رو پیداش نمیشه تازه میگرفتم میورد دو دسته میداد به خودت خبر دارم بردار خدا از بزرگی کمتون نکنه خدا پشت پنامت باشه ریحونی عمو جون اون مال خودته ندی دست آجام مفنگیه به سلامت فکر کنی کس خونه هست؟ نمیدونم شاید داییش یا دختر داییش شاید هم هیچ کس برو در بزن اگه کسی در باز کرد که بگو با شیرزاد کار داریم منتظرش میمونیم تا بیاد اگرم کسی نبود که از دیوار میریم تو دی هی خودش بود چی؟ چرا باید الان این خونه باشه؟ اون الان سر کاره همه رو گرفته که بیاد بشینه خونه؟ خودتون اگه میترسیم خودم برم باش خاتون باورم نمیشه تو کجا بودی واقعا معذرت میخوام ماری مزاحم تو میشم شیرزاد خونه است نه سر کاره هنوز نیومده چیزی شده من میتونم بیام مزاحمت بشم منتظرش بمونم من و یکی از دوستام یه مشکلی برامون پیش اومده خیلی به کمکش احتیاج داریم مگه میدونه تو تهرانی میبینیش میدونه آره حتما بیا تو خب فقط اشکالی نداره اونم با من بیا تو نه خواهش میکنم خیلی خوشحالم میبینمت منم همینطور ماری این همونه همون چی ماری واقعا کاری نکرده که بخوای ازش بترسی چی داری میگی خاتون اسلحه داره همه دنبالشن ماری جان نترس ببخشید ولی من واقعا نمیتونم بذارم بیای تو شیرزاد اگه بفهمه که جلو نیا شیرزاد باید بدونه شما هم باید بهش بگی الانم وقت نداریم بفرما خانم خوبی؟ امیرعلی ببین خانم موقع است آسیب رسوندن به شما رو نداریم اگه کمک کنی شما الان امکان تماس به شیرزاد داری درسته؟ نمیدونم اگه الان اداره باشه همین الان بهش زنگ بزن بدون ترس بدون که چیزی بفهمه بگو حالت خوش نیست بیاد خونه چی کارش میخواییم بکنی؟ کاری نداریم باش ماری قول میدم بهت تو میخوای انتقام بگیری؟ نه به روح امیرعلی من زندگی خودمو دارم
ببینید خانم جون، یه سری آدم الان در خطر، ما همین الان باید آقای شیرزاد رو ببینیم. شما خانمشی دیگه، درسته؟ من نه خانم، من دیدم حلقه رو از تو انگشت در آوردی. مبارکه مری. تفرشی. بله قربان. من دارم میرم خونه، کاری پیش اومد تلفن کن. ساعت میشه قربان. مملکت که بیفته دسته مش اجنبی، اعمال قانونش هم بیفته دسته مش لاتوی سر و پا. چی شده ماری؟ ها؟ چرا حرف نمیزنی؟ با تو هم؟ احوال جناب سرنگ. رضا فخار، من تو رو قبلا یه جا دیدم، ندیدم؟ دو جا، کمیسیون مشترک، تو هتلم که زیر سیگارت فندک گرفتم. میخوام بگم اینجوری بیخی گوشت نیم سرنگ. پس فقط دوز نیستی، گروگانگیری هم بلدی. برو پایین. ازدواجتون مبارک خاتون. من واقعا نمیدونستم که شما هم دیگر رو میبینید. نه ماری، خودت که دیدی همین الان طلاق نامم ازت گرفت. خواهی با این ازدواج کنی؟ آره با اجازه بزرگتر. بله بار پایین. خیلی هم به هم میایین، دزد و قاتل. البته اگه نخواهی دوباره بگیریش که اونم بی خود کردی. آره میخوام بگیرمش، میخوام بگیرمش بندازمش زندان به جرم قتل گروگان انگلیسی. اونم بی خود کردی. تا هفته پیش که واسه یه چیز دیگه دنبالش بودی. رضا را بیاف. ببین سرنگ، کسی که داره عملیاتو جلو میبره منم. اورنگ فقط یه روزنامه نگار متعهد. همین برای چه لکی دارین بهش فشار میارین؟ من از کارمون بهش خبر میدادم، اون چه گناهی کرده؟ همین الان همه اون چیزایی که از صبح تا دارن زور میزنن از زیر زبون اورنگ بکشن بیرون و من انکارش میکردم و تو اثبات کردی. چی؟ یکی خاتون با تو در ارتباطه. میخوای بگی نگران خاتونی؟ از تو بیشتر نگرانشم که انداختی پی خودت دنبال خطر. گنده تر از دهنه طرف نزن. میگم چرا داری اورنگو اذیت میکنی؟ که برسم به تو، تو هم که با پای خودت اومدی اینجا. چقدر زهر میزنه. اگه میتونستی گرفته بودیم. ببینم بقیه بچه ها چی شدن. مرتضی، منصور، سینا، غفور دارن شکنجه میشن. که تو این بیرون نامزد بازی کنی. این سومین باریه که داری با اسلحه خودم تهدیدم میکنی، میدونی؟ میگن تا سنشه بازی نشه. پاشو ببینم، همین الان میری تلفن میزنی میگی اورنگو ولش کنن، وگرنه امتر اینجا برای ما خونه خودتوه. اگه نزنم چی؟ وقت من میزنم. را بیاف. شیرزاد خواهش میکنم تلفن بزن. اونو با تلفن من اورنگو آزاده میکنن، شک نکن. تلفن کن بگو یه ردی چیزی از ما پیدا کردی برای اینکه گیرمون بندازی. لازمه که همین الان اورنگو بفرستن اینجا. یه چیزی بگو، هر چی. خودت بهتر از هر کسی میدونی که الان باید چی بگی. این بهترین فرصته که ثابت کنی پای آدمایی که باید هستی، که به قول خودت همش سوء تفاهم بوده. ثابت کنم که چی بشه؟ انقدر احمقی که زندگیمون رو نابود کردی، الانم داری خودتو به کشتن میدی همونجوری که پسر منو به کشتن دادی. الو گروبان، بازجویی تموم شد. چی؟ بی خود کرده، اونا حق هیچ اقدامی ندارن. تیمسار در جریانه یا نه؟
نمیخواد پاشو بیاد دنبال من. بهت میگم دستم داری نیروهاتو میکشونه اینجا؟ چی گفت؟ بهت میگم چی گفت؟ آروم رضا، تو واقعا فکر کردی میتونی از زیر زبون من حرف بکشی؟ خاتون دختره رو ببر بیرون. چی کار میخوای بکنی؟ ببرش بیرون. ما که مثل اونا نیستیم. چرا من هستم خاتون، ببرش بیرون. چی گفت؟ به خدا میزنم. آروم رضا، رضا به جون خاتون میزنم. چی گفت؟ رضا رضا مثل آدم چی گفت؟ باش حرف بزن. چی کار داری میکنی؟ این حرف میفهمه؟ این حرف میفهمه؟ خیلی خوب داره میگه دارن بچه ها رو شکنجه میکنن خاتون، بچه ها رو داره قل و غم میکنه. آروم باشه. من باید بدونم بچه ها کجا هست. من باید بدونم. بندازش بندازش حروم زاده بندازش. درس اول، وقتی دشمن تو گیر انداختی اول خلصلاش کن احمق. چیه میخوای بدونی ما چی میدونیم؟ آره زر رو بیگیه بنار ببینم قبرسون دولاب کجاست. چیه عملیات دلو رفت؟ آره واقعا فکر کردی همینجوری میتونی بلنش بیای تو خونه من جلوی خانواده من رو من اسلحه بکشی؟ آره خاتون میخوام جلوی چشم خودت تیکه تیکه. زهر جاز وایسا همونجا وایسا. درس دوم، وقتی با دشمنت توی اتاق میخوابی و اون از ترس تو تا صبح چشم رو هم نمیذاره اسلحه تو قایم کن جناب سرهنگ. بیا تو. قربان آقای نظر بهش تشریف آوردن. بفرستش داخل. بفرمایید. سلام جم جم سار. مردی که مقر اومد. تیم سار نیرو بفرستید دزدان انبار آذوقه آقا رو دستگیر کنن. از کجا معلوم حرفش راست باشه؟ شاید اون بدبخت به خاطر وحشی بازی اینا فقط خواسته خودش رو نجات بده. اینجوری که نمیشه کمیسر. بفرستید نیروهاتونو. قربان اگه اجازه بفرمایید ما مالمونو خودمون پس. البته ما هر چی داریم متعلق شماست. با اجازه. شما حریف نظر بگ نمیشید اون الان زخمیه؟ وقت برای این چرت و پرتت ندارم سرنگ، ببخشید. یه بار به حرف من گوش نکردی اون همه جنازه مون رو زمین. منتظر باش این بارم همون اتفاق تکرار بشه. خاتون جا پای منتظر تا فقط دیر نکن. تو سعی کن باش خوشبخت شی ماری. خوبی های زیادی داره گرچه نمیدونم چرا سعی میکنه همشونو پنهان کنه. ببخشید ماری دستتو بستم، چاره ای ندارم. خاتون، خاتون خوبی؟ خوبم خوبم. باشه بریم الان این گروهبانه میاد. باشه. کی منو کشیدی؟ چه خوبه. اسمش چی بود؟ بچه ایران. ایران خانم یکم طاقت بیار ببرم با مادرت اینجا استراحت کنم. نه نه باشو بریم به آقای ضروری خبر بدیم. با این حاله؟ نگرانم. میتونی؟ آره من میام. بیا بریم. بیا بریم. خدا کنه تا الان بهش نرسیده باشم. دکتر خدا رو ببخشید خیلی اذیت شدی. های شخصی من شد. خودم خواستم بیام. شرف ها همه جا هم هستن. وای نبینن تو رو خدا. حواسم هست. میخوای بیام باهات؟ خب نمیدونم اونجا چه خبره که. خاتون مراقب باش. زود بیا. باش.
سلام آجی. سلام. این آقا زرابی ما رو ندیدی؟ نیم ساعت پیش در اجده رو بست و رفت. تقی چی شاگردش؟ خبرشو ندارم. نمیدونی که برمیگردم؟ خدا کنه تو گیرشون ننداخته باشی. ای بابا چی کار میکنی آقا؟ سوری سه. خانم گوهر خانم عمو هر چی بگی حق داری، فقط الان وقتش نیست. معرفت مگه وقت میخواد؟ به حضرت عباس من بی معرفتی نکردم عمو. کدوم گوری بودی تا حالا؟ عمو عمو بگم رضا به نون و نمکی که با آقام خوردی این زن همه زندگی منه، همه کس منه. یه امشب و به اشجاب دالش خوش نیست. من باید برم دنبال حاجی زرابی، لو رفته. مگه اونم تو بازیه؟ همه اسلحه ها پیشمونه. یا امام رضا. جواد این کتوکلای منو برده بیار. بریم. گوهری از این خانوم پذیرایی کن تا ما بریم و برگردیم. به من چه؟ مگه اینجا یتیم خونه است؟ هی دست یکی رو میگیره برمیداره میاره اینجا. من چه میدونم این کیه؟ خشم صورتش بیفته میفرسته به اونجایی که عرب نینداخت. آدم باش. بچه ها بیاین کمک کنیم به این خانوم. رضا بریم اینجا هم بیام دوباره برمیگردم. آقا امین هست. امین آقا یه چند تایی هم اینجاست. چند تا؟ 30-40 تایی میشه. بفیزا کهی فرصت کردن اینا رو ببرن. رسول جعفر بقیه رو بار بذارید ببری. بلور دقال بام ها. ماشالله چه دست سنگینی داری عمو جون. هنوز حسابم باهات صاف نشده. تا صاف نشه عمو بیام. بذار من به این های زرابی خبر بدم بعد نوکرتم برمیگردم تو بزن منو آشولاش کن. ریحانه اومده بود سراغت. سرت که خلوت شد حساب این جواد مفنگیر بذار کف دستش. تو که هوای خونه و خواهرتو نداری با چی افتاد دنبال حق ملت؟ چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. باز چه گویی خورده؟ اذیتش میکنه دیگه. تو هم که نیستی هر غلطی دلش میخواد بکنه میکنه. هیچ کم جلودارش نیست. زده بود؟ ببین در خونه تو به پا بذاشتم. خیر نکه یه هرنا بچه بری اونجا به وقتش. چشم ببینم قصه تو گوهر چیه؟ استغفر الله قصه ای نداریم اما خیلی این چه حرفی میزنی؟ با من نون و نمک شما رو خوردم، شما عموی منی، آخ چجوری اینو باور میکنی؟ باور کنم؟ اگه باور کرده بودم که کشته بودم اینکه. فقط گفتم قصه چیه. اون چکم به خاطر چیز دیگه ای زدم. دیگه واسه چی؟ به خاطر اینکه بهت گفتم سیاست کثافته. سیاست پدر و مادر نداره. بهت گفتم اگه میخوای من بهت کار بدم کل خریاتو بذار خونه بعد بیا سر کار.
بهت گفتم من حوصله ندارم که جنازه تو را مثل بابات با عشق قص بدم. گفتم یا نگفتم؟ گفتیم و درسته. ولی چطوره اینا برای منافع کشورشون میان تو کشور ما هر غلطی میکنن بعد ما کاری نکنیم؟ اومدن نشستن بیرون نمیرن. سیاستونه که لال خفه خون گرفته میذاره اینا هر غلطی بکنن، بزنن، ببرن، تجاوز بکنن. اونه که کثافته. من که فقط زدم به 4 تا بارشون دو روز شکم دو نفر آدمو سیر کنم. اینشو سیاست؟ نفهمیدی. تو مملکت دیکتاتوری، تو مملکت خفقان، گشنه نگه داشتن مردم سیاسته، سیر کردن شکمشون خلاف سیاسته. اینو تو نفهمیدی. و همون طور خدا نگو که اصلا باورم نمیشه این حرف از ته دلته. از ته دلم میدونی چیه؟ از ته دلم اینه که نمیخوام تو قربونی سیاست کثیف بشی. از ته دلم اینه که من تو رو از اولاد خودم بیشتر دوست دارم. رضا، من دل تو دلم نیست. بفهم کلت خر. چجوری حالیت کنم؟ چرتام. یه زیبا خودش آقا بلور نوچ. ایشون یکی از جقله های دیشبه. اینو نزدیم روم سیا. آقا زغاله زرابی کجاست؟ دیشب خوب قد میکردی جوجه. ساکتی یدی زغوله. کسی جلوم حرف نزنه مرده است، زنده باشه حرف میزنه. کدومو میخواد؟ آقا مگه اختیاریه کدومو میخواد؟ زغال افقی رخصت واسه حرف میزنه. آقا من اینو میشناسم. این همین یاروه که شبا تنهایی تو زورخونه زیر گذر میل میزنه. این که هیچی. افقی رابین هودتون کجاست؟ نشنفته ها؟ میگی یا بگم ببرن؟ زبون تو کثافت. عمو من شما رو میذارم پشت حجره حاجی بهش خبر بدی. به اون تقیه هم بگین خودش یه مدت گم و گور کنه. خودم برم زورخونه ایشالله شاید اونجا بود. عمو اگه بلای سر من اومد ریحون خاتون رو به شما میسپرم. برا برا حاجی. یا حسین یا حسین یا حسین
هستیم.